این پلاگین کالریستا یه مزیت بسیار بزرگی داره و اونم اینه که شما میتونید باهاش اصلاح رنگ محدود و منطقه‌ای انجام بدید. به طور مثال یکی از چیزایی که باعث میشه ما خیلی سریع حواسمون بره سمت یه چیز یا نظرمون بهش جلب بشه اینی که سچوریشن بیشتری توی تصویر داره. اون چیزی که توی تصویر کنتراست خیلی زیادی داشته باشه نظر رو خیلی سریع جلب میکنه، سچوریشن زیادی هم اگه داشته باشه به نسبت بقیه تصویر همینطور. اینجا من الان میبینم که این آقا پسر رو من میخوام نگاه بکنم، ولی چون جای خاصیه توی تصویر ممکنه یه ذره پیدا کردنش سخت باشه. من پوستش رو اگه یه مقداری سچوریشنش رو بیشتر بکنم شاید راحت تر دیده بشه و مخاطب سریعتر پیداش بکنه. اینجا من میتونم بیام توی این قسمت، اول این کالریستا رو اضافه میکنید به کلیپتون، بعد اینجا توی ادیت، توی کی، ببخشید یه زمان سریع انجام دادم، اینجا شما توی کالریستا میاد توی کی ادیت، و حالا اینجا خودش اصلا به صورت پیشفرض همیشه پوست رو انتخاب میکنه، چون عموما یکی از چیزایی که ما خیلی میخوایم باش کار بکنیم همین پوست هست. اگر احیانا شما چیز دیگه ای رو خواستید انتخاب بکنید میتونید بیاید اینجا این آیکون رو بزنید و حالا اون رنگ مد نظرتون رو از اینجا انتخاب بکنید. اگر هم خواستید چیز دیگه ای رو اضافه بکنید، به طور مثال من الان میبینم که مثلا این آب سر این گردنش و دستش خوب انتخاب نشده، من میتونم بیام اینجاها این تیکه ها رو با همین آیکون مثبت روش بزنم، یا به طور مثال میتونم بیام اینجا این قسمت انتخاب رنگ رو بزرگتر بکنم و همونطور که شما الان میبینید کاملا مشخصه که داره تیکه های بیشتری از پوست این آبسر رو انتخاب میکنه. اگه بخوام باز از اینجا هم میتونم این کار رو انجام بدم و این تیکه بیرونی این قسمت انتخاب نرم شماست، یعنی با یه تولرانسی اونها رو انتخاب میکنه و باعث میشه که خیلی اصلاح رنگ شما تیز نشه. اون لبه های شارپ و لبه های تیز رو که من همیشه خیلی تو کل آموزشمون میگم چندین بار گفتم ازش حتما باید حذر بکنید، رو جلوی اون اتفاق رو میگیره. خب حالا من فرض کنید شما این تیکر رو انتخاب کردم و یه همچین چیزی، حالا میخوام فقط رو همین تیکه کار بکنم. مشکلی که الان وجود داره شما اگه ببینید اینه که چون رنگ پوست ایشون خیلی چیزای نزدیک بهش توی تصویر زیاده، به طور مثال رنگ این پوست این دختر خانمی که اینجاست یا رنگ میزمون و حالا رنگ چیزای دیگه هم هستش، اول من اینجا برای اینکه این لبه های خورده نرم باشه میام این رو یه ذره نرم بهش تاری اضافه میکنم و یه خود بلورش میکنم، سافتنسش رو بالا میبرم مثلا یک یا یک و نیم. اوکی، حالا به طور مثال من اگه بیام اینجا سچوریشن رو زیاد بکنم شما میبینید که الان چون کنتراست سچوریشن این پیرن خاکستری این آب سر با گردن و سرش زیاده و خب خیلی هم الان توی تصویر سچوریشن بیشتری داره خیلی زود کنده میشه. یه امای خیلی بزرگ این وسط هست و اونم اینه که شما الان میبینید همه چیزهای دیگه هم تو تصویر دارن باز به نسبت این آقا زیاد میشن. کاری که میتونید اینجا بکنید تو فاینال کات بسیار بسیار راحت و خوبه برای اینکه شما اینجا میتونید یه شیپ ماسک اضافه بکنید و میتونید بگید که این فیلتر فقط توی این محدوده تاثیر بذاره. همونطور که خاطرتون هست توی قسمت اصلاح رنگ و توی قسمت فیلترها توی آموزش قبلیمون صحبت کردیم راجع به این و من حالا اینجا اگه این فیلتر رو بیارم بذارم اینجا، این ببخشید محدوده انتخاب رو، حالا این فیلتر من فقط تو این تیکه تاثیر میذاره، دیگه این فیلتر جای دیگه تاثیر نمیذاره. به طور مثال من اگر اکسپوژر رو خیلی زیاد بکنم شما میبینید فقط از مجموعه ای از این کیه این کالریستا استفاده میکنه به علاوه این قسمت وسط. حالا ممکنه شما بگید که خب من اصلا ممکنه با خود کالر کورکشن اپل هم بتونم این کارو بکنم. ممکنه شما بگید اصلا من از خود فیلتر کالر کورکشن اپل استفاده میکنم به علاوه این شیپ ماسک و کالر ماسک. اون کارم میتونید بکنید. من نمیگم، میدونید چند تا راه وجود داره برای انجام هر کاری، اینم یکیشه. و اینی که حالا الان من اگر بیام توی همین کالریستا
و دوباره سچوریشن رو زیاد بکنم، شما میبینید فقط اون تیکه‌ای زیاد میشه که این آقا پسر هست و دیگه جاهای دیگه، میز و در و دیوار و تمام زندگی دیگه اونجوری رنگش زیاد نمیشه و این باعث میشه که خیلی سری مخاطب ما بیاد سمت این تیکه چون سچوریشن بیشتری داره. من حالا برای اینکه این اتفاق رو شما ببینید قبل و بعدش رو نشونتون میدم. با وجودی که تاثیر کمیه ولی به هدایت چشم مخاطب توی تصویر خیلی کمک میکنه. اینجا ممکنه شما بخواید حالا توی این یکی تصویر این ابرها رو یه ذره دراماتیک تر بکنید. من این یکی رو میام اینجا انتخاب میکنم، کالریستا رو میزنم و حالا باز به همین شکل میتونم بیام اینجا توی کی این رو بزنم، بیام این رو انتخاب بکنم و حالا شما میدید خیلی سریع و راحت تقریبا یکی به نسبت خوب برای من درست میکنه. میتونم بیام اینجا این کی رو یه ذره بهترش هم بکنم، میتونم بیام چیزای دیگه هم اضافه بکنم بهش و یه مقداری بهتر میشه. الان شما اگر این تیکه ها رو ببینید کاملا مشخص، حالا اون بحثی که من داشتم توی زمینه کودک و اینقدر اصرار داشتم توی بحث کودک که کودک میتونه خیلی توی اصلاح رنگ لطمه به کار شما بزنه، به خاطر همینه اینجا کاملا مشخصه، این همون اتفاقی که توی بحث کودک ها با هم داشتیم. خب حالا من اینجا یه ذره این سلکشنمو نرمتر هم میکنم از این طریق و الان یه ذره از اینجا سافتنسش رو میبرم بالا، اوکی رو میزنم. حالا اگر من الان بیام اینجا بگم سچوریشن رنگ آبی من رو بیشتر بکن، البته بیشتر راستش اینا تو هایلایتن، شاید خیلی این مهم نباشه، من میام اینجا توی این تیکه و حالا من اگر میتون رو به طور مثال کم بکنم غلظتش رو، شما میبینید که تصویر آسمون من خیلی دراماتیک تر میشه و میتونم اصلا این رو خیلی تیره تر بکنم، آبی تر بکنم و یه مقدارم دیسچوره تر و بازم تیره تر و حالا همونطور که شما میبینید قبل و بعدش رو میشه مقایسه کرد. باز به همون شکلی که توی درس توی اول صحبتم من گفتم خدمتون، میتونید بیاید یه شیپ ماسک اینجا اضافه بکنید، اینو بذارید اینجا، لبه اینجا هم که این کوه ها هستن نرم بکنیم. حالا خیلی راحت و خیلی سریع شما کاملا میشه حالا دیگه رو این ابر رو جدا کار کرد و اون رنگ مورد نظر رو و حالا اون رنگ دلخواه رو بهشون نسبت داد. به طور مثال اگر من بخوام میتونم بیام اینجا بگم اصلا حالا آبیه اینا رو سبزتر بکن یا نه یه مقدار ارغوانی تر بکن، حالت غروب داشته باشه یا حالا خیلی از چیزهای دیگه. این تصویر چون تصویر آیفون هست متاسفانه کودکش کودک مناسبی نیست، HD64 و خیلی توی این کار جواب نمیده، ولی خب میشه دید که در واقع این تکنیک چه جوری هست و به چه شکلی میشه ازش استفاده کرد. این کالریستا رو شما توی هر شاتی که بخواید میتونید ازش استفاده بکنید، با این تکنیک و با این روش میتونید شما یه قسمت خاص از تصویرتون به طور مثال این قرمز رو سچوریشن رو بیشتر بکنید، میتونید آبی شلوارش رو سچوریشنش رو کمتر بکنید. این تیکه سچوریشن شماست، به سمت بیرون اگه بره سچوریشن بیشتر میشه، به سمت داخل بیاد کمتر میشه و اگر شما جابجاش بکنید اون رنگ ها رو هول میده به یه سمت دیگه. مثلا این رنگ آبی رو من اگر بخوام، رنگ آبی آسمون رو میتونم الان ببرم به سمت سایان یا به سمت بالا به سمت پرپل و همون بنفش رو ارغوانی. کالریستم واقعا بسیار بسیار چیز خوبیه، امیدوارم توی این درس من تونسته باشم توضیح مناسبی در موردش داده باشم و امیدوارم که بتونید از این پلاگین هم به خوبی استفاده بکنید تو پروژه‌هاتون.